الو، سلام، عایشه هستم از سیستان بلوچستان. خواستم بگم خیلی ممنون از برنامه خوبتان. من سونی هستم از ایران، سیستان بلوچستان زنگ میزنم. وقتی برنامه تون نگاه میکنم، من با شوهرم با خانوادم اشکام جاری میشه. خیلی واسه تون دعا میکنم، واسه ما هم دعا کنی، واسه سونی ها. خدا کن داره خدا شکست میده انشالله. ممنون از برنامه تون، خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم، شیعه هدایت یافته از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت اساتید بزرگوار، مدتی است میخواستم پیام بگذارم و مطلبی در مورد آقای محمد از یزد بگویم که بعد از مدتها توفیق حاصل شد. ایشان در روز پنجشنبه در برنامه آقای سجودی، البته مربوط به شبکه کلمه است ولی به شبکه وصال هم ایشون تلفن میکنند، مطلب رو در مورد گنبد بارگاه عنوان کرد که گرچه جناب سجودی به طور مختصر و موجز پاسخ ایشان را داد، ولی احساس کردم که با حجب و حیای ذاتی که آقای سجودی داشتن حق مطلب ادا نشده. این آقای محمد از یزد هر از چند گاهی به شبکه های توحیدی تلفن میکنن و استنباطات خودش را از آیات قرآن و احادیث و روایات بیان میکنن و در حقیقت شبه پراکنی ایجاد میکنن و میرون تا مدتی بعد که دوباره مطلبی پیدا کنن و اظهار فضل نمایند. ایشان نه تنها به شبکه کلمه بلکه به شبکه وصال هم تلفن میکنند و افاضات میفرمایند، از جمله این که در زمان حیات رسول الله مهندسی پیشرفتی نداشته و رسول الله مبعوث بودند به مکارم الاخلاق و ارائه توحید و از مهندسی سررشته ای نداشتند و همین دلیل سقف مسجد مدینه با شاخه های نخل پوشانده شده بود و در موقع باران یا اتفاقات دیگر مسجد خیس میشد. در هر صورت چون بلد نبودن دیوارهای مسجد را که احداث میکنن، سقف آن را با تیراهن و سیمان یا چوب مستحکم کنن و اصحاب رسول جناب ابوبکر و جناب عمر و عثمان و حضرت علی این کاره نبودن، ولی آیات الشیطان های مذهب پوشالی تشیع که همگی مغزهای کوچک اما امامهای بزرگ دارند بلد بودند و توانستند گنبد و بارگاه های طلایی احداث کنند تا مردم به زیارت روند و جایی هم برای استراحت و حفاظت از سرما و گرما داشته باشند که به در نتیجه به کارهای شیطانیز خود را انجام دهند. و آقای محمد از یک جهت اطلاعی نامبرده از چگونگی مهندسی عرض می کنند که اولا وقتی که پیامبر معظم اسلام وارد مدینه شدند و یاران و مؤمنان از مکه به مدینه مهاجرت کردند، از نظر مالی امکاناتی نداشتند و مردم مدینه به خصوص قبیله اوس و خزرج به مسلمانان جا و مکان دادند و اگر از ساخت و ساز خبری و اطلاعی نداشتند، افراد متمول و ثروتمند مدینه که اکثرا یهودیان مدینه بودند، ساختمان‌های خوب و محکمی در حد مهندسی 1400 سال پیش داشتند. وگرنه چگونه حضرت علی قلعه خیبر را فتح نمود؟ آیا این قلا و ساختمان ها هم سقفی از نخل خرما بوده؟ در ضمن با آقای محمد از یزد عرض میکنم منافقانه عمل نکنید. من میدانم که ایشان به شبکه آقای الله یاری یا همون شیطان یاری تلفن میکنم و مطالبی را که این آخوند مکار منافق بیان میکند یادداشت کرده، سپس به شبکه های توحیدی تلفن میکنند، گاهی از صیغه دفاع میکنند و گاهی هم از مطالب دیگر که بینندگان بارها دیده و شنیدند. از ایشان تقاضا دارم که با صداقت مطالب خود را بیان کنند و در ضمن بگویند که دین خود را از چه طریقی به دست آوردند، جز اینکه از طریق این آخوندهای شیاد و مشرک و همچنین کتابهای اصول کافی و من لا یحذر و الاستبصار و غیره. لطفا پاسخ دهند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.